سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو قراره که با هم دیگه بریم پارت 6 مایکل اپو بازی کنیم، اما توی این ویدیو قراره که فقط و فقط بازیکن‌های بالای 30 سال داخل ترکیبمون را بدیم و فقط با بازیکن‌های بالای 30 سال بازی کنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و لذت ببرید و ببینیم که با این ترکیب میتونیم اونا رو ببریم یا نه. حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام هم فالو کنید که سریعتر برسیم به 30 کا. بریم سراغ ویدیو. بریم توی گیم پلن همونجوری که گفتم بازیکن‌های بالای 30 سال بعد بذاریم، اما یادم رفت بگم که بازیکن‌های لژند هم میتونیم، یعنی بذاریم به جای هر بازیکنی، یعنی بازیکن لژند و چون اونا بازنشسته شدن میتونیم همه جوره ازشون استفاده بکنیم، یعنی بازیکن بالای 30 سال حساب میشن. خب این از دفاع شروع میکنیم، از دروازه‌بانمون، یعنی دروازه‌بانمون بالای 30 سال، اوکی، این دفاعمون هم بالای 30 سال، 32 سالشه، این دفاعمون 20 سالشه، اما چون ما کسیو نداریم بذاریم به جاش جز این دی ام اف مون، نمیتونیم کسیو عوض کنیم به جاش فلورنزی 29 سالشه. به نظر من میشه که ازش استفاده کنیم، اما اوکیه، چون کسیو من ندارم به جاش تعویض بکنم، باید همین باشه. آلفونسو دیویز چون روبرتو کارلوس رو داریم، به جای روبرتو کارلوس تعویضش می‌کنیم، گفتم بازیکن‌های لژند رو میتونیم بیاریم. حالا اینجا هم اینو به جای بازیکن آیکونی که دیگه‌مون میاریم که باز دوباره اینم میشه. امباپه خب سنش کمه، باید تعویض بشه، یا باید به جای ژاوی بیاد یا به جای توتی، که به جای ژاوی میارم اینم کارت آیکونی که اوکیه. ای ام اف اونم آقای برونو فرناندز که 26 سالشه، اینم باید تعویض بشه به جای توتی که دوباره کارت لژند و آیکونی که مشکل نداره. سانچو دوباره باید تعویض بشه، نمیدونم به جای کی بیارمش. سانچو رو نمیتونم تعویض کنم آقا، سانچو رو نمیتونیم تعویض کنیم. من سری برم سراغ ادوانس ها که می‌خوایم بریم سراغ بازی دیفنسیو، اینو میذارم ما دیگه بریم تو دل کار ببینیم که چه میشود و چیکار میتونیم بکنیم با همین لباس چرت و پرت. من اینو میبرم ببین کی بهت گفتم. بازیکناشو فقط من ندیدم که ببینیم چه جوریه بازیکن اون قویه یا ما، اما میدونم که ریوالدو رو داشت. قبل از اینکه بریم سراغ بازی، حتما شما پیش بینی میکنید که کی چند چم میبره و آیا ما میبریم این بازی رو یا نه. من پیش بینی میکنم چون داریم با بازیکن های مسن میریم داخل بازی، پیش بینی اینه که ما ببازیم، چون تا حالا من با یه سری از بازیکن ها اصلا بازی نکردم، با یه سری از اینایی که آوردم داخل. شما پیش بینی کنید که کی چند چم میبره، ما میبریم یا اونا میبرن و چند چم. من به نظر خودم ما 3-2 ببازیم. نظر شما چیه؟ بالاخره ما میبازیم یا نمیبازیم؟ ببینیم که چه خواهد شد. بازی شروع میشه، خدا رو شکر لگ و دیلی نداریم. و بس از شاید شما باورتون نشه، اما این ویدیویی که شما دارین میبینین پارت 6 مایکل اپ و من 4 بار رکورد کردم و به دلیل بد بودن اینترنت همشون پاک شد و هیچ به دردی نخوردش. یعنی این 4مین باره که من الان دارم این ویدیو رو رکورد میکنم. ببینیم که انشالله الان دیگه ما بتونیم راحت کارمون رو انجام بدیم. دروازه‌بانمون توپو گرفتش سری، ما توپو میاریم جلو به لواندوفسکی میرسونیم، یه پله میکشیم بالا، میرسه توپ به مسی، توتی اشتباه میشه اونجا، بازیکنان دارن اتک میزنن، بعد بگیریم جلوشون رو. خوبم کار کردیم انصافا، میرسونیم اون ور به مسی، مسی به توتی، توتی حرکت میکنه. نذاشت برم، اگه میذاشت برم کار تموم. منم دروازه‌بان لنو رو داشتم چون سنش زیاد بود نتونستم بیارمش متاسفانه. میرسونیم اون ور به مسی، مسی پاس میده و گل به خودی، گل به خودی، یک هیچ جلو میافتیم از چای، یک هیچ آقا ما جلو افتادیم با گل به خودی. اما اگه اون تکل نمیرفتی سانچو گل نمیزدش قطع یقین. خب آقا تا الان ما یک هیچ جلو افتادیم، برسونون به اون بر. حالا لواندوفسکی میرسونه به مسی، لواندوفسکی و مسی حواسا نبود، راستی اینا 30 سال به بالا هستن، نگران نباشین، ما چالشو داریم درست انجام میدیم. بکش زیرش توپو، سانچو یک ضربه سر خوب نیست اصلا، ضربه سری که زد میرسه تو به مسی، مسی میکاره اونور. حالا ما چه بازیکنای بالا 30 سالمون دارن خوب کار میکنن، خداییش من تا حالا مثلا اینو شاید یکی دو بار آورده باشم داخل، اسمشم درست نمیدونم، فقط میدونم آخرش سیلوا داره. آقا ما یک پله کشیدیم بالا، توتی ضربه سر اولو میزنه، میریم واسه سانت کردن از اون گوشه، ما میخوایم یه جوری نفوذ کنیم اما راهمونو بستن. میتونیم توپ ازش بگیریم، چقدر تو شانس داری که ما نتونستیم توپ ازت بگیریم. حالا لواندوفسکی میرسونه، توتی یه شوت قشنگ، وای خورد به تیر، نذاش ببینم، ولی ما اگه خورد به تیر شما حواستون جمع باشه، نخورد به تیر، خورد به دستش که کورنل شد. یه سانت خوشگل میخوام بکشم، یا ابد فاز اینترنت یکم لگی شده، نه درست شدش آقایون، یکم بد شد، دوباره بد شد، دوباره بد شد. سانچو میرسونه به عقب، دوباره پاسکاری های متعدد میرسونن رو به جلو، آفساید لواندوفسکی بودش اگه میگرفت. وای تک به تک شد، وای ای خدا، وای گلو خوردیم، گلو خوردیم آقا، یک یک شدیم. اینجوری اگه پیش بریم فکر کنم ما ببازیم، خیلی بد دفاعمون باز شدش. میرسونیم اونور به مسی، مسی حرکت کرده و
اول یه کورنر دیگه میگیریم، این کورنر خداوکیلی من گل میکنم. اسفارم ده باکسو بزن، یه ضربه سر میخوام، یه ضربه سر قشنگ زدیم خداییش، اما اونم خوب گرفت از حق نگذریم، میرسونه به جناح راستش. ما باید وسط رو پوشش بدیم، وسط ضعفمونه، باید خوب پوشش بدیم وسط ها رو. آها ای وای، برسون به اون ور ها، اون ور رو بگیر، خوبه وسط، خوبه توپو گرفتیم. سانچو برو تک به تک میشه سانچو با دروازه‌بان. حالا سانچو میزنه و توی دروازه، دو بر یک جلو میفتیم. اینه تیم، تیم به این میگن. یکم ترکیب رو عوض کردم، اگه دقت کرده باشین داخل گیم پلن که ما رفتیم داشتم بازیکن‌ها رو عوض میکردم، اونجا یکم مسی رفت جلو با لواندوفسکی، سانچو یکم اومد عقب‌تر که بتونیم ما بهتر کار کنیم. این وسط خیلی خیلی داره بعد خالی میشه، اونجا مسیو بگیرین. اما شالا چه پاسی داد روبرتو کارلوس، میرسونم به مسی، مسی تک به تک میشه یا نه؟ نه متاسفانه توپو گرفتم و ما حالا اونجا لواندوفسکی توپو میگیره، میرسونه به توتی، توتی او از اون ور، مسی پاسشو میده، برسون به سانچو. اما شالا این کیه؟ چه تکلی رفت؟ خوب بودش؟ نه خوب بود. آقا یا ابوالفضل وسطو داشته باشین. روبرتو کارلوس میرسونه عمر به جاوی، جاوی حالا به سانچو، سانچو پاس میده لواندوفسکی، لواندوفسکی میزننش و خطا رو میگیری. من میخوام اون کاشته رو جبران کنم که تو پارت قبلی گل نکردم و خدایی میخوام این پارت جبرانش کنم. اگه که رد بشه، رد نمیشه ازش. چرا من کاشته بد میزنم؟ نمیدونم واقعا داستان چیه. اما اینجا یه ضربه سر قشنگ، خدایی حال میکنی. کورنلا رو دارم با همون روشی میزنم که یاد دادم. حالا اینجا توپ رو میگیریم، حالا یک شوت، یک سانت دیگر انجام میشه روی دروازه، همین بازیکن میاد ضربه سر رو بزنه. آقا من یه چیزی رو فهمیدم، من پلیرامونو یه چند تاشونو توی کورنر یه کاری کرده بودم که بیان جلو، یعنی پلیر جوین اتک رو زده بودم. الان یادمه که برای همینه داره دفاعمون وسط خیلی خالی میشه، به خاطر همینه و ما خیلی داغون وضعیتمون. اول فضل چه گلی زد بهمون. باید 100% تورس رو مارک کنم با هافبک دفاعمون، وگرنه نمیشه. ما میبازیم، مطمئنم که میبازیم. من 100% باید تورس رو مارک کنم. پلیر جوین اتک داریم فکر کنم، 100% میبینی. نمیدونم چرا اینا پلیر جوین اتکن، اما هستن دیگه. بالاخره من این توتیو بذارم، حالا این بازیکن جلویی که خیلی تاثیر نداره، اما ما همین دوتا رو میزنیم عمرن از وسط گل بخورم. ببین کی گفتم. حالا این توپو میرسونیم لواندوفسکی، لواندوفسکی یک پاس میرسونیم عمر به خود لواندوفسکی. آقا من میگم لواندوفسکی به خاطر اینکه گزارشگر رو اگه شما عربی بکنین واسه شما هم لواندوفسکی میگه لواندوفسکی. یه بار این کارو بکنی، یعنی من اشتباه نمیگم، بی احترامی هم نمیکنیم به کسی. مسی توپ رو میرسونه لواندوفسکی، اما ماشاءالله خود لواندوفسکی میرسونه به سانچو، سانچو حرکت کرده، پاس میده لواندوفسکی، وا میرسونیم حالا از اون سمت به وسط، از اون سمت حرکت میکنه سانچو، میرسونه به لواندوفسکی، تک به تک دروازه‌بان جا میذاره توی دروازه. رسون لیوان، اما شالله توتی، ای وای ای وای، وضعیت بسیار وخیم. تورس رو یکی داشته باشه یا ابوالفضل. مسی میزنه، وای چه بد گل خوردی. اون اسکول همینجوری داره میره، میرسونم به لواندوفسکی. 100% خدا وکیلی دیگه این خطا بودش، داور خطا نمیگرفم، میدیدم تو سرش. یه دونه ناکل شات بزنیم با روبرتو کارلوس، میخوام یه شانس خودمون رو امتحان کنیم. البته که دیلی داریم، شاید ناکل شات نشه مثل سری قبل، اما ما میزنیم ببینیم چی میشه. یه ناکل شات خفن خود بزنه، میزنه، گندی میزنه و باز دوباره من نتونستم ناکل شات بزنم به خاطر این دیلی بدی که داریم توی بازی. وای 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 وای، رونالدو رفت تک به تک بشه، چه اشتباهی کردیم، تکل موفق. وای حالا میرسونه آقای از این سمت، حرکت کرده لب خط، فرصت داریم. حالا یک شوت و حال کن این ضربه رو، این ضربه رو من یاد میدم، یعنی دبل تاچو شوت آردوه، یعنی یه میندازی این مرز دبل تاچو شوت آردو رو با هم دیگه قاطی میکنی. 4-4 بده جلو، لواندوفسکی پاس بده، خود لواندوفسکی راش بنداز دیگه. آبا این باید بیاد تک به تک به شاخه. اما شالا برو برو جلو، برو جلو برو جلو برو جلو، من همه تیمو کشیدم جلو، بزن بابا ضربه سر رو دیگه.
آخرین موقعیت هم به باد فنا دادین که آکیتون سرتون کنن. یه دارم یه هم نکنیم به کسی. یا امام هشتم یا اول فز بزن بره وای 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 باختیم. بالاخره تلس میشکنه و ما 5-4 میبازیم. اما من خدا رو شکر میکنم که لاغر به یه حریف قوی باختیم و اگه حریف چرت و پرت نباختیم. گرچه که من میدونم تو شانس داشتی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. حتما اگه که از این ویدیو خوشتون اومده و دوست دارین که پارت های بعدیش هم بذاریم توی کامنت بنویسین و لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. فعلا تو ویدیوهای بعدی.